عزیزان درود به شما. امین اعتماد رضایی هستم از شبکه آجیل. امروز حضور داریم در پلیمت مینیسوتا در حضور خانم دکتر نیکو تفرادی، آرتیست دایاراما و کارهای مینیچر بسیار زیبای ایرانی که ایشون انجام میدن و گالریشون امروز هستیم و خودشون شخصا کاراشون رو به ما نشون خواهد داد و کارهای ایشون به زودی در یک اگزیبیشنی از طریق یونیورسیتی آف مینیسوتا دیسپلی خواهد شد. کاراشون رو خواهیم دید و ما رو دعوت کردن که اونجا هم حضور داشته باشیم. ممکنه کارهایی که به اونجا منتقل خواهند شد و امروز بهتون نشون بدیم و در جلسه بعدی در اگزیبیشن هم این کارا رو خواهیم گرفت و امروز اومدیم اینجا که ملاقاتی داشته باشیم با نیکو خانم که خودشون شخصا درباره کار زیباشون با ما صحبت کنن که چجوری اصلا در این کار شروع کردن، انگیزهشون چی بوده، از کی الهام گرفتن، الگوشون کی بوده و سوالای مختصری داریم از شما که دوست داریم به ما جواب بدیم. با ما باشین، این شما و این آجیل. خب نیکو خانم، خیلی ممنون ازتون، متشکرم واقعا که این اینویتیشن ما رو پذیرفتین و ما رو دعوت کردین به گالریتون. پس از این که خودتون رو معرفی کردین، لطفاً مختصر درباره زندگیتون دوست داریم دربارش بدونیم. با کمال میل اول تشکر میکنم که اینجا اومدید و مرسی از شما. وسیله خیلی خیلی صحیح مؤثری هست برای معرفی کار من. این که خودم رو معرفی کنم، خب که اسمم نیکو هست، در شیراز به دنیا اومدم و من رشته بازرگانی رو در مدیریت بازرگانی تموم کردم. رشته بازرگانی و منشیگری اصلا وجود نداشت و برخلاف این که انتظار داشتم، این رشته خیلی درخواست داشت و ما تونستیم در ظرف 10 سال شاید 5000 دختر خانم متخصص رو تربیت کنیم و اول اونا به دانشگاه ها راه نداشتن، ولی بعد از مدتی دیدیم که دانشگاه ها اینا رو میپذیرن. واقعا کتابی نوشته نشده بود که من برای این رشته واقعا زحمت کشیدم. اول یک کتاب رو مدت 5 سال روش کار کردم برای زبان فارسی، مکاتبات زبان فارسی و تایپ زبان فارسی که یک سیستم گذاشتم. کتاب اصول منشیگری رو نوشتم، کتاب امور اداری رو نوشتم که اینا همه نوشته خودم بود و بقیه حدود 10 تا کتاب دیگر رو من جمع‌آوری کردم مطالب رو که بیشتر به زبان انگلیسی بود. مدت 12 سال من تدریس کردم و بعد یک بورس تحصیلی گرفتم، اومدم امریکا که برگشتم و در مجتمع تکنولوژی فعالیت میکردم و خب شما میدونید با داشتن 2 تا بچه با چه مشکلاتی من روبرو بودم، ولی اولین کاری که کردم، البته به تشویق شوهرم، به دانشگاه برگشتم. خودم و 2 تا بچه‌م هر 3 دانشجو بودیم در دانشگاه مینیسوتا و این درمان خوبی بود برای من، برای که اول مشغول شدم به کار. فعالیتتون رو ادامه دادین، فعالیت تحصیلیتون رو ادامه دادین در مینیسوتا. کاملا درسته. و بعد ولی خب کار به دست به کار خیلی بزرگی زدم که به اصطلاح امریکایی سویچ کردم، از بازرگانی و منشیگری اومدم به پابلیک هلت و دیدم بهترین راه خدمت به زنان جهان سوم همون بهداشته و بالاخره خوشبختانه پذیرفته شدم در مدرسه پابلیک هلت. حالا اجازه بدید راجع به کارهای هنری صحبت کنم. بله. اجازه بدید که من این نکته رو عرض کنم که ما در یک گفتگوی جدا با نیکو خانم خواهیم نشست در هفته‌های آینده و درباره کارهای علمیشون
که ربط به تحصیلشون داره درباره بهداشت عمومی، چیزایی که همین الان درباره‌شون داشتن صحبت میکردن که خیلی گسترده هستش و واقعا زمان میبره که ما اینا رو واقعا به شماها بشناسونیم، چون بسیار کارهای زیادی پشت اینها شده، کتابهایی نوشته شده، مقاله هایی نوشته شده و کسای زیادی با نیکو خانم کار کردن و ما در گفتگوی جداهی با ایشون خواهیم نشست و درباره تمام اینها صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. خب نیکو خانم، درباره کارهای هنری صحبت کنیم. کار دیاراما، کار مینیچر، خیلی کار زیبایی است. من وبسایتتون رو دیدم ولی دوست دارم که خودتون دربارش مفصل صحبت کنین. به این هنر اصلا کی علاقه‌مند شدین؟ کی بود در مسیر طول زندگیتون که اصلا فکر به کارهای هنری کردین، کارهای هنر دستی کردین؟ من کوچکترین اطلاعی از این هنر نداشتم تا اینکه یک دوستی داشتم منو برد به مینیچر میوزیم توی شیکاگو. من این موزه رو دیدم ولی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، برای که دیدم اون اطلاعاتی که داده شده در این ابعاد ریز و کوچیک همه از کشورهای دیگه مثل سوئد، نروژ، یونان و اینا هستش. تماما تو این فکر بودم، به قول امریکایی‌ها مغز من ابسس بود که چرا ایران نباشه، ایران تو این کشورها نیستش، توی این میوزیوم چرا اون وجود نداره. و دائما فکر میکردم که خب ما خیلی غنی‌تر هستیم، نه از لازم مدت زمان که بشینم بگم 2500 سال و 3000 سال و یا نمیدونم، فرض کنید عتیقه های ما داره تازه در فلسکاری ما داره از زیر زمین در میاد که مربوط به 7000 سال پیش هست. ولی این مثل یک به اصطلاح مرجعی شد برای من که شما که این کارو شروع کنید و به دنبالش برین. به دنبالش برم، ولی خب هیچ اطلاعاتی نداشتم. شروع کردم به مینیچر مطالعه کردن و دیدم که اصلا این یک هنر بسیار وسیع و بزرگی هست بین ملل آلمان به خصوص و انگلیس. دنبال این میگشتم که یک جایی بتونم این رو یاد بگیرم، به خصوص از لحاظ سایز که چیو میگن مینیچر و این در چه ابعاد مختلفی ممکنه ساخته بشه. حالا بهتر اینه که خیلی مختصر صحبت کنم که سریع متوجه شدم که این ابعاد میتونه در سایزای به اصطلاح 1 اینچ باشه یا 3/4 اینچ باشه یا اینکه 1.5 اینچ باشه. بعد از اینکه با این آشنا شدم شروع کردم به کار کردن. اولین چیزی رو که ساختم شد خود خندتون بگیره، یک لحاف بود و این لحاف رو در زمینی که میگم یک لحاف، ولی هنر ایران رو شروع کردم که نشون بدم با تکه دوزی. تمام ابعاد این لحاف 10 سانت در 10 سانت، ولی گلدوزی بسیار بسیار قشنگی رو این انجام دادم و این به این منظور بود که بخوام این لحاف رو نه فقط هنر رو نشون داده باشم، بلکه یک ایونت، یک واقعه رو، یک جشن رو، یک به اصطلاح گدرینگ تاریخی رو نشون بدم. مینیچر اصولا در کشورهای خارج به صورت پریمید در اومده، یعنی شما اگر بخواد یه اتاق نهارخوری رو نشون بدید اندازه هاتون رو مشخص میکنید، میتونید اینا رو اردر بدید اصلا. اما نه اینکه این یه قسمتی از کار هنری ما نبوده، هیچ چیزش در دست نیست، باقی مانده، کسی چیزی نذاشته، نوشته هایی، کتاب هایی که نوشته شده، اصلا نه کتابی هست نه اینکه شما بتونید دستور عملی یا دستور عملی بله. یا اینکه مثلا فرض کنید که شما احتیاج دارید به یه چراغ ایرانی یا مثلا یه چیزی. من به شما بگم، خیلی البته انتقاد کردن وافور بله. وافور تریاکی که ایرانی ها واقعا برای سالها، حالا از هر جا، از چین اومد یا هر جا اومد، یه نوع اعتیاده که پدران ما داشتن اینا. خب این وافور رو شما نمیتونید اوردر بدید، اما این یه واقعیته. من اون کاری رو که خواستم بکنم از واقعیت نخواستم فرار کنم. آب خوردن رو مثلا من نشون دادم، ولی اون چی که با این که از یه خانواده مرفعی بودم، ما سیتی وادر آب تصفیه شده نداشتیم،
ما آب رو از چاه برامون میکشیدن. تازه خانواده خیلی مرفه و خیلی خوشبختی بودیم که به اون صورت زندگی میکرده. اما من به خصوص برای جوانا که بخوام به اینا یاد داده باشم که ما در چه شرایطی زندگی کردیم، از واقعیت ها فرار نکنم. تمام زیبایی ها رو نشون دادم، ولی با در نظر گرفتن اون چی که وجود داشت. یعنی خواستم با خودم خیلی آنست باشم، نخواستم چیزی رو پنهون کنم یا اگزاجره کرده باشم و اینا. اینجا ببینید این محله حلبی آباده، البته نمیدونم شما یادتون نداشت، اسمش رو شنیدم. بله من اونجا میرفتم برای کمک به مردم، برشون هدیه میبردم. ولی میدیدم محله خیلی فقیری. بله. اینا خونه ها رو از حلب روغن استفاده میکردن. بعد پرش میکردن و اون وقت به صورت دیوار رو میوردن. اصلا اسم این کارتون هست حلبی آباد، اسمش هم بله حلبی آباد گذاشتم. و این واقعا یه واقعیتیه که بعضی هم انتقاد میکنن، میگن آبروی ما رو بردی، ولی آبروی ما اول مربوط به این چیزا نمیشه. بله. ما نگیم مجله نشنال جغرافی میره دیگه، خیلی عمیق بست خودمونه نشون. که اینو بله به مردم نشون بدیم، درست مخصوصا به مردم خودمون. بله اینا افرادی هستن که تو همین اتاق به دنیا میان، مثل بچه مثل همین زندگی میکنن. و شما ببینید بعد از تمام این اتاقا رو که من نشون دادم، از حمام و نمیدونم اتاق خواب و اتاق بچه ها، میبینیم که اینا در یه اتاق زندگی میکنن و همینجا هم آشپزخونه است، همین که رختاشون رو میارن پهن میکنن، همینجا میخوابن، رخت خوابا رو جمع میکنن میذارن، سفره رو به جاش میندازن. سرمای زمستون گرمای تابستون هم شاملش خواهد بود، همین رخت خواباشون اینا رو تمام اینجا تهیه کرد. یکی دیگه مسئله آن ایمپلویمنت، ببخشید باز لغت انگلیسی، مسئله بیکاری شوهر بیچاره است که میبینید هر روز به هر کاری دست میزنه که به اصطلاح نونی به دست بیاره تو خونه، شام شب رو بتونه فراهم کنه. بله درسته کاملا. این کناریش هم اسمش هست آب خوردن. بله این آب خوردن. آب خوردن. بله هنوز این اونجوری که باید شاید تمام نیه، ولی میبینید آبنبارهای قدیمی تو این آبه. بله. و مردم اون دی که من یادم میاد مردی رو داریم میبینیم که ممکنه در زمستان باشه، کلاهی به سر داره و داره بله. سخت کوشش میکنه که باری رو برسونه. بله کاملا درست به یه مقصد. بله ولی در ضمن این که این به صورت از پله های زیادی باید میرفتیم پایین تا آب و اینها را شیر و اینها را نگذاشتم و آب تو این ریخته میشه. بعد آبی هم که ما خودمون میخوردیم، خونه مادر بزرگم میبینید مرا خواهرم داریم همون ظرف آب رو میکشیم بلند میکنیم که از اون خمره پر کردیم. این رو درست کردن یه همچین دایره‌ای اونقدر سخت به نظر نمیاد. چرا؟ چون وسترنایزه. خب اونجایش مشکله که ایرانی ها میدونید بعد از اینکه به اروپا راه پیدا کردن این فرنیچر غرب رو به ایران آوردن و ایرانی ها خیلی این فرنیچر براشون پرستیجس بود. بله. و شروع کردن که اتاق نهارخوریشون رو به اصطلاح اروپایی کنن. بله. میزه نهارخوری یا صندلی اینا. بله. که ببینید درست کردن اینا آنچنان وقت منو نگرفت. چون تمام اینا رو من اسمبل کردم، گذاشتن شمع روی میز ناهارخوری چیزا. بله. که شاید در قدیم خیلی کمتر آدم این چیزا رو میدیده. مثلا ظرف و میوه رو من خودم درست کردم. بله. چون که میدونم ایران این شنلیه رابطه وقت منو گرفت. معلومه چون خیلی دیتیل داره. بله. اون ولی یه نکته ای رو که من اینجا خواستم، در ایرانیا در حالی که فرنیچر خارجی رو آوردن، یعنی غرب آوردن، ولی باز چیزای با وسایل خودشون قاطی کردن. فرش ایرانیه، نقاشی رو ببینید، نقاشی ایرانیه. و اون چیزایی که علاقه داشتن با اینا یه جا به اصطلاح با هم مخلوط کردن. در اینجا من سعی کردم مثلا کار دستی خانما رو که همون شماره دوزیه میبینید خیلی ریز نشون بدم. اما اینو حالا شما میگید به چه منظور تو اینو درست کرده؟ برای که مقایسه کنم
فرهنگ اینا رو چجور ما قرض زده شدیم. در حالی که فرهنگ خودمونم کاملا پنیر بود و بهتون نشون دادم اتاق نهارخوری پای سفره و همون غذا، ولی به نسبت خیلی سنتی تر و سنتی تر و با معناتر و بله یه فقط به این یه اتاق نشیمنه، سالن پذیرایی و سالن لیوینگ روم. بله، ولی میبینید که یه سیتینگ رومی که اینجا بازی شطرنج درش میبینیم. بله، پیانو رو از روسیه شوروی ما آوردیم، ولی خب خیلی پرستیجس بود برای خانواده‌ها که بچه‌هاشون رو بذارن پیانو یاد بگیرن. و این که خب خودتون میدونید از هنده و ایرانی‌ها خیلی علاقمند بودن. در ضمن میبینید مینیچر ایران اونجا بوده، فیروزه، فیروزه اون مرغای چیزو میبینید، گلدون اینا فیروزه مشهد. و در ضمن خاویار رو، بله خاویار هم من اتفاقا میخواستم این نکته رو بهتون بگم، شکل خاویار روی میز با نوشابه ای هم کنارش هستش که کنار مبل گذاشته شده. اینا کارهای دستی باز شماره دوزی خانمای ایرانیه. بله. که بالاخره با چند دندون انجام دادم. اینجا اتاق مادر بزرگمه، این خیلی وقت منو گرفت نشون دادن این به اصطلاح پنجره ها به اون نحوی که بود. و این صورت مادر بزرگم چندین دور من اینو عوض کردم تا بالاخره این منو به اصطلاح قانع کرد که این همونه. چون سر صبح وقتی با اومدم با صدای قرآن خوندن اون بیدار می شدن. این رو خواستم بگم قند رو چطوری به اصطلاح خورد می کردن و هلپر یا نمیدونم مستخدم داشتن. اما ممکن اینجا سوال کنید که این چیه؟ این زینه اسب رو چرا بودن؟ زینه اسب بودن؟ این به اصطلاح نشون میده ثروتمندا که صاحب زمین بودن. یه عده رعیت فقط برای اینا کار می کردن و شاید در اون زمان من 80% از مردم رعیت افراد زمیندار بودن و اینا همیشه از رسیدگی میکردن و دستورات خودشون رو میدادن و بعد هم میآوردن اینا رو با چکمه و با نمیدونم تفنگشون، نمیدونم چی شده تفنگشون هم زیر فرش میبینیمشون. بله، فقط میدونید یه مقدار زیاد نخواستم کتاب بنویسم، ولی از هر سنگی، از هر چیز کوچیکی که اینجا گذاشتم پشتش رو یه فلسفه‌ای که شاید هم برام دردناک بوده نوشتم. نکته دیگه که تکرار میشه توی این کارتون مثل دوتای دیگه که قبلش دیدیم، فرش ایرانی دوباره حضور داره. 100% مثل همیشه 100% نتا در خانواده های خورده با هم دیگه در درجات مختلف فرق میکنه. درست. خب خانم رسیدیم به اتاق بچه ها، traditional children's room. این میبینید لحاف رو میبینید به این سمت که ما میخوابیدیم، رو زمین بود، خبری از تخت خواب نبود. فقط تابستونا بود که تخت میزدن و ما رو بیرون از اتاق نبود. لحاف سنجاقی داشتم خدا بچه بودیم. ولی این وضعیت ما بود که درس نمیخوندیم. اینجا میبینید این دو تا برادر من خواب میرفتن و به این بهانه که واقعا دارن درس میخونن. تعداد بچه ها زیاد بود، 7 بودیم دیگه. خواهانه ها یکی دو تاشون ایگنور میشدن، فراموش میشدن. فقط اون کوچی که با مادرم میخوابید. باز نگاه میکنید اینجا میبینید که آرکیتکچر ایران رو به اصطلاح من خواستم نشون بدم، از در و پنجره و میز و قاب عکس. و به خصوص ما میگفتیم نمی، حالا غیر از اینا تعداد بچه ها زیاد بود دیگه. غیر از تمام این بچه ها میبینید یکی هم توی نمیه که خواب رفته. کنارش اتاق خواب اصلی هستش، اتاق خواب پدر و مادرم هست که این رو فقط خواستم نشون بدم که پرایوسی رو ما اونطور زیاد نمیفهمیدیم. برای اون یه علامت سوال بزرگ. معمولا بچه ها اجازه ورود به اتاق مادر پدر رو زیاد نداشتن، ولی برای ما علامت سوال بود. چون همه جا با هم دیگه، یا نهار یا شام یا پیکنیک یا مهمونی، همه با هم بودن. این تنها اتاقی بود که ما اجازه نداشتیم و واقعا هم برامون یه خورده جالب بود که سر در بیاره. البته من اینجا گفتم، خیلی رو گفتم که
چقدر برای ما سوال انگیز. این توالت ایرانیه. بله. خیلی قش کردن از خنده. بله. ولی ما با این بزرگ شدیم. بله. اما یه نکته که همه سوال میکنن که چرا اینا رو دیگه گذاشتن؟ بله. مسئله برزدگی. بله، توالت. خیلی از اونها داشت. بله، به دنبال این همیشه یه واقعیتای رو باید در نظر گرفت که حالا از اونها استفاده چندانی نمیشد به هیچ وجه. ولی چون این علامت پرستیج بود، این باید تو اون خونه باشه حتما، مثلا خانما که خیلی علاقه داشتن خودشون از طبقات بالای اجتماعشون. من حمام‌های عمومی رو موفق نشدم نشون واقعا درست کنم، ولی رفتم شیراز چند دفعه عکس گرفتم از حمام وکیل شیراز. جز برنامه‌های آینده است، ولی کار بسیار مشکلیه، چون من اون سقف‌هایی رو که دارم، نقاشی‌هایی رو که کرده با اون سبک خیلی کار داره. حمام گنجلی خان کرمان رو رفتیم؟ نه، اونا رو من نرفتم. من بیشتر همه چیز میبینید از شیرازی. بله. یکی از انتقاداتم اینه که چرا شما فردت؟ برای که خاطرات هم مونه. خاطرات با اینا اصلا زندگی که بعده. ولی این حمام نمره رو که زمستونا ما میرفتیم اینجا نشون دادن. که البته خانما خیلی واردن. از سرپایی گرفته، من خیلی با دیتیل همه هشته ها. بله، تا اون کیسه حمام و سفیدا و نمیدار صدر صحت و این سوزنی بخچه. بله. این سوزنی بخچه و اینا رو با اون تنظیمی که بوده خواستم نشون دادم. اینا شیرازی ها در واقع آشپزخونه هست که مطبخ میگفتن، منم همون مطبخ رو به کار بردم. بله. اما اینجا البته این خود اینو یه آرکیتکت به نام علی حشمتی این برای یادم رفت. بله، به شما بگم که این مرد چقدر مشغل من بود و هر اشتباهی که میکردم میگفت نه، تو که آرکیتکت نیستی نیکو، از خود ناامید نباش، این بهتر میشه بهتر میشه. این کارو اون فقط این اسکلت رو اون برای من کشیدم، گفتم این آشپزخونه ما به این نبود. بله. اون برای من درست کردن بقیه چیزا رو میبینید. این خانم داره نحوه برنج پختن رو به اصطلاح نشون میده، نمایش میده. این نحوه خورد کردن به اصطلاح گرایندر این نخود رو داره اینجا نشون میده. این بچگی ماست. و یه نکته رو اینجا دوست دارم براتون بگم که من معتقدم که ما با کلفت و نوکرا بزرگ شدیم، چون تعدادمون زیاد بود و پدر و مادر نمی‌رسیدن به ما. بعضی ها میخوام قبول نکنن، ولی واقعا من خودم تو خاطرات من به من میگه که این کلفت بود که ما رو همون میکرد، کلفت بود که بعضی موقع یه نکات تربیتی رو اونا بودن که به ما میگفتن و با اونا بزرگ شدیم. به قول معروف اسم به ننه میگفتن ایران. بله. بعد من خودم دو تا تا سن 11 سالگی و تا یادم میاد واقعا غذامونو با اونا میخوردیم، حمامونو با اونا میخوردیم. بله. اما برای من لذت بخش بود. حالا توی شهر چراغ که رفته من منتظر روز جمعه میشدم که با این ننه برم شهر چراغ و سرم رو زانوی اون بذارم و این چادرش رو پای من که میکشید هنوز خاطراتش برم. بکنم چوپانی رو میبینیم اینجا یا اینکه کارهای این یه قشقا زندگی قشقایی قشقایی. بله. و این نشون میده که چطوری پشم بره رو میکنن. بله. یعنی جدا میکنه. بله. و این خانم چطور اینو تبدیل به یارم یا نخ قاری میکنه. آیا گبر هم همینجا درست میکنن؟ بله، حالا همه رو توضیح دادم. بله. بله. ولی این زیاد همینه، منظور اینه زندگی چادرنشینیشون هست که بعد زیر این یه دایره های دیگه میاد که مفصل از ترایب های ایران فقط اشاره میکنم، البته نه که بگم مفصل و نحوه زندگیشون رو میگم که ترانسپورتشن مثلا چه، چون باشون زندگی کردم تا حدود زیادی ازشون خبر دارم. اما این بافت عالی رو نشون میده، زندگی یک خانمای ایرانیه که میبینید. البته این فرم ورتیکال و افقی رو من اینجا نشون دادم. اون نردبونا رو ملاحظه میکنید که وقتی قالی بافته میشه به یه حدی میرسه، اینا مجبورن که اون تیرای چوبی رو بذارن روی نردبونا و برن که قالی رو ببافن و ادامه بدن. این رو با یه استاد خانم تبریزی
من درست کردم. ولی بعد تمام این تشکیلات رو میبینید خودتون که بایستی دونه دونه ساخته بشه، اندازه‌گیری بشه و نشون دادن زندگیشون و اینا. بله. اما اینجا یک به اصطلاح اینا انواع قالیای ایرانه. بعد من توضیح دادم که قالی ایران یک تکامل هستش، یک به اصطلاح اِوولوشن خاصه. میبینید اول اینا از گلیم شروع کرده، زنای قشقایی. اولین گره قالی ایران رو یک زن قشقایی 2500 سال پیش موفق شد و بعد از اون اینجا میبینید که این جاجیم رو شروع کردن. درست؟ این جاجیم یه قسمت اساسی، این گلیم به اصطلاح یا جاجیم بهش میگفتن. جاجیم کلمه شیرازی هست. بله بله. بعد این رو به عنوان پرده یا لحاف یا به صورت‌های دیگه اینا می‌بافتن. زمخت و کلفت. بله، برای روی مثلا شتر، روی کرسی مثلا. بله اینا استفاده می‌کرد. ولی بعداً می‌بینیم که خیلی اینا خیلی ضعیف در میشه و بله ابریشم میاد توی کار. بعد این گپه باز خیلی همچین خواب بیشتری داره. اما می‌بینیم در نقاط دیگه ایران هر کدوم به سلیقه خودشون و با طرح‌های متفاوت اینا رو تونستن. مثلا فرض کنید این قالی نائین رو شما ملاحظه کنید و بعد این قالی تبریز به صورت دیگه است. این قالی کرمان رو ملاحظه کنید که طرح خاص خود هر کسی این قالی رو ببینه میفهمه که این مال کرمان هست. و بعد میبینیم که این نقشای هندسی که اینجاست، اینا مال ترکمنه. بله، قالی ترکمن ترکمن هستش.